پاسخ به تمام سوالات رابطه جنسی مقدی من چندین ویدیو در مورد رابطه جنسی مقدی ساختم و سوالهای زیادی هم از شما دریافت کردم همونطور که میدونی در این کانال نظر کارشناسی خودم رو به سوالات شما میدم امروز میخوام به سوالات مهم محرمانه و پرتکرار در مورد رابطه جنسی مقدی که ذهن شما رو درگیر اون سوالات کرده پاسخ بدم دوستان عزیزم این ویدیو برای آگاهی همه افراد چه رابطه جنسی مقدی دارید و یا به هیچ وجه دوست ندارید داشته باشید مفید هستش سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه در آنتاریو کانادا دوستان عزیزم همونطور که میدونید من ویدیوهایی رو میسازم که به ارتباط جنسی و عاطفی شما کمک میکنه تا اینکه یک زندگی خوبی رو داشته باشید پس حتما کانال منو مرور بکنید تا ویدیوهای مورد نیازتون رو ببینید و در زندگیتون به کار ببرید هر سوالی رو هم داشتید بپرسید و منتظر نظر کارشناسی من باشید لطفا سابسکرایب بکنید زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای من با خبر بشید از جاتون لطفا تکون نخورید که همین الان شروع میکنم همه تونو دوست دارم آیا رابطه جنسی مقدی لذت بخش هست؟ رابطه جنسی مقدی یک طعم اکتسابی هستش برخی از افراد هستند که برای اولین بار اون رو دوست داشتن در حالی که برخی دیگه به تحریک و زمان بیشتری نیاز دارن اگر رابطه مقدی رو لذت بخش نمیدونید بدونید که کاملا طبیعی هستش خودتون رو در مورد اون توبیخ قرار ندید شما میتونید انواع ارتباط جنسی دیگر رو تجربه بکنید نظر خودتون رو برامون بنویسید برای شما رابطه مقدی لذت بخش هست یا نه؟ رابطه جنسی مقدی چه حسی رو داره؟ رابطه جنسی مقدی بسته به فرد و نوع روان ای که استفاده می کنید متفاوت هستش از اونجایی که مقعد پر از اعصاب هستش انتظار داشته باشید که وقتی آلت تناسلی یا اسبابازی جنسی وارد میشه احساس قوی داشته باشید همچنین با داشتن آلت تناسلی یا اسبابازی های زخیم تر و با فشار بیشتر این احساسات میتونه شدید تر بشه این احساسات میتونه دردناک هم بشه و حتی سرخوشانه هم باشه یک قانون کلی در رابطه جنسی مقعدی این هست که باید به سرعت و ریتم فرد دریافت کننده توجه بکنید چگونه میتونید رابطه جنسی مقعدی بدون درد داشته باشید؟ پاسخ کوتاه این هست روان کننده ها رطوبت مورد نیاز مقعد رو فراهم می کنند تا بتونند در مقابل حرکت آلت تناسلی به داخل و خارج مقاومت بکنند. قبل از اینکه حتی به قرار دادن آلت تناسلی در مقعد فکر بکنید برای گرم کردن اون وقت بذارید این از صدمات احتمالی و ویزیت شرمآور به پزشک جلوگیری میکنه به نظر شما بهترین راهکار که رابطه مقعدی بدون درد انجام بشه چی میتونه باشه برامون کامنت بذارید چگونه مقعد رو برای رابطه جنسی آرام بکنیم یک راه عالی برای آرام کردن مقعد برای بازی مقعدی این هست که همسرتون باسن شما رو لیس بزنن بزاق به مرتوب شدن ناحیه کمک میکنه و به شل شدن کف هم کمک میکنه همچنین میتونید از اسبابازی های جنسی هم استفاده بکنید با مقداری روغن از اسبابازی های جنسی برای گرم کردن و کشش مقعد استفاده بکنید همچنین بر اساس واکنش او به اسباب ها چیزهای زیادی در مورد همسرتون هم یاد خواهید گرفت اگر احساس دمدمی مزاجی می کنید از انگشتان خودتون استفاده کنید تا شریک زندگی خودتون رو داغ کنید آیا باید از کاندوم استفاده بکنید؟ یک ویدیو در مورد کاندوم و روش استفاده از کاندوم ساختم لینک ویدیو رو براتون اضافه میکنم که حتما ببینید مفید هستش بیماری های میتونه از طریق رابطه جنسی مقدی منتقل بشه بنابراین برای ایمن بودن حتما باید از کاندوم استفاده کنید با این حال اگر در یک رابطه تک همسری متعهد هستید ممکن هست شما و همسرتون تصمیم بگیرید که بدون کاندوم استفاده بکنید اگر از کاندوم استفاده میکنید حتی اگر از قبل روغن کاری شده باشه برای کمک به طبیعی تر کردن اون قطعا باید از روان کننده استفاده کنید چگونه برای رابطه مقعدی آماده بشید؟ اول رابطه جنسی مقدی گاهی اوقات ممکن هست نامرتب باشه بنابراین مهم هست که از قبل خودتون رو به خوبی تمیز بکنید تا از هر گونه لحظات شرماور جلوگیری بکنید باسن خودتون رو به طور کامل با تنگه یا دوش تمیز بکنید تا مطمئن بشید که باسن شما تمیز هستش دوم مراقب رژیم غذایی خودتون باشید قبل از رابطه جنسی مقدی از خوردن لوبیا یا سایر غذاهایی که ممکن هست برای شما ما مشکل به وجود بیاره خودداری بکنید سوم از کوچیک شروع بکنید اگر در بخش سکس مقدی بی تجربه هستید سعی کنید با انگشتان یا یا اسباب بازی های کوچیک استفاده بکنید تا ببینید چه چیزی حس خوبی به شما میده و بعدش میتونید کمی استراحت بکنید و بعد شروع بکنید آیا رابطه جنسی مقدی سوزش داره؟ اگر در حین رابطه مقدی احساس سوزش میکنید میتونه نشونه ای از چند چیز باشه شایع ترین علت شل نشدن ازولات اطراف مقده برای داشتن بهترین تجربه رابطه جنسی مقدی ازولات آرام لازم هست یکی دیگه از دلایل سوزش میتونه روان کننده باشه که انتخاب کردید برای رابطه جنسی مقدی روان کننده های مبتنی بر آب و سیلیکون هستند که مفیدن اما همچنین روان کننده های پایه آب با کیفیت بالا که برای رابطه جنسی مقدی طراحی شدن هم ایدئال هستند روان کننده شما باید به اندازه کافی قوی باشه که در مقابل عملکرد داخل و خارج مقاومت بکنه و در عین حال لغزش نرمی رو داشته باشه آیا رابطه مقدی باعث خونریزی میشه رابطه مقدی نباید باعث خونریزی بشه با این حال افراد مبتلا به هموروئید ممکن هست که متوجه بشن که نفوذ مقعد مقعدی بواسی رو تحریک میکنه و منجر به خونریزی میشه به طور مشابه رابطه جنسی خشن مقدی ممکن هست باعث ایجاد شقاق مقعدی بشه که پارگی ریز در دیواره مقد به وجود بیاره چند قطر خون معمولا جای نگرانی نیست اما خونریزی شدید ممکن هست نشانه های یک وضعیت استراری باشه سکس بدون روان کننده آیا درد داره؟ این به شخص بستگی داره داشتن رابطه مقعدی بدون روان کننده ایده خوبی نیستش مقعد خودش روان کننده تولید نمی کنه. به این معنی که در حین رابطه جنسی به رطوبت نیاز داره تا مطمئن بشید که دیواره های اون پاره نمیشه یا آسیب دیگه ای رو متحمل نمیشید اگر کسی هستید که رابطه مقدی بدون روان کننده انجام میدید و هیچ نوع درد رو احساس نمی کنید حتما استثناء هستید و این رو در نظر بگیرید که این یک قانون کلی نیستش آیا مدفوع وجود خواهد داشت؟ معمولا زمانی که فرد نیاز به مدفوع داره فقط در رکتوم یا مقعد مدفوع وجود داره بنابراین تا زمانی که فرد احساس نیاز به اجابت مزاج نداشته باشه نباید در طول رابطه مقعدی مدفوع زیاد باشه گاهی اوقات فرد متوجه تکه های مدفوع میشه اما نه مقادیر زیاد آیا رابطه مقدی باعث مدفوع فرد میشه رابطه مقدی نباید باعث مدفوع فرد بشه مگر اینکه مشکل دیگه ای وجود داشته باشه به عنوان مثال فردی که به شدت یوبوست داره یا آسیب عصبی داره ممکن هست که متوجه نشه که قبل از رابطه مقدی باید مدفوع بکنه و ممکن هست در طول اون هوس بکنه آیا رابطه مقدی بر مدفوع تاثیر میذاره سکس مقدی ملایم و دقیق نباید بر مدفوع تاثیر بذاره به عضلات مقد آسیب هم برسونه با این حال رابطه مقدی بسیار تهاجمی نفوذ با اشیای بزرگ رابطه مقدی که باعث خونریزی قابل توجهی میشه ممکن هست مقعد رو پاره بکنه یا به عضلات آسیب برسونه و باعث بی اختیاری مطفوع بشه در حالی که تحقیقات بیشتری لازم هست مطالعهای در سال 2016 نشون داده که رابطه جنسی مقعدی ممکن هستش یک عامل مؤثر در بی اختیاری مدفوع در بزرگ سالان باشه آیا رابطه مقعدی میتونه صدمات جدی ایجاد بکنه؟ رابطه مقعدی ملایم و دقیق نباید صدمات جدی ایجاد بکنه با این حال نفوذ اشیایی به داخل رکتون ممکن هست باعث گیر کردن اون اشیا بشه و مراقبت های پزشکی ضروری باشه رابطه جنسی خشن مقعدی ممکن هست به دیواره آسیب برسونه به دیواره مقعد و به ازولاد و پوست آسیب برسونه رابطه جنسی خشن مقعدی ممکن هست به دیواره مقعد آسیب برسونه و به ازولاد و پوست هم صدمه بزنه آیا زنان در طول رابطه جنسی دهانی بازی مقدی رو دوست دارن؟ این به هر زن بستگی داره قبل از رابطه جنسی مقدی باید به همسرتون بگید و یک گفتگوی باز رو داشته باشید تا میزان راحتی او رو در این قسمت درک بکنید برخی از زنان هستن که اون رو دوست دارن در حالی که برخی دیگه راحت نیستن رابطه جنسی ایجاد یک محیط شاد و سالم برای همه است آیا باسن بعد از رابطه جنسی مقدی درد میکنه دلایل احساس درد مواردی هستند که قبلا اونها رو مرور کردیم اما ارزش بازنگری رو داره دردی که احساس میکنید میتونه ناشی از شل نشدن مقد یا عدم استفاده از روان کننده مناسب برای مقاومت در برابر رابطه مقدی است اگر درد از بین نرفت مراجعه به پزشک در اولویت کارتون باشه خلاصه احساس رابطه جنسی مقدی ممکن هست که ناآشنا و ناراحت کننده باشه حتی برای افرادی که در نهایت از اون لذت میبرند فرد نباید برای داشتن رابطه مقدی احساس تعهد یا فشار داشته باشه و افراد فقط در صورت رضایت طرف مقابل باید رابطه مقدی انجام بدن با روی کردی ملایم و محتاطانه ارتباطات فراوان و درک رابطه جنسی ایمن بسیاری از افراد ممکن هست رابطه مقعدی رو لذت بخش بدونن ممنونم که تا انتها با من همراه بودید مطمئن بشید که سابسکرایب کردید زنگوله کنارش رو هم زدید دوستان من شما رو به دیدن ویدیوهایی که در انتها پیشنهاد میکنم دعوت میکنم شب و روز خوبی رو داشته باشید دفعه بعد همه رو میبینم